عاشق شده ای ای جل، سودات مبارک باد. از جا و مکان رستی، آنجات مبارک باد. کفرت همگی دین شد، تلخت همه شیرین شد. حلوا شده ای کلی، حلوات مبارک باد. این دیده دل دیده اشکی بود و دریا شد، دریاش همی گوید دریات مبارک باد. دریا شما مبارک باشه. همیانان عزیزم، به گفته عالی جناب مولوی نازنین را عزیز ما، یادم افتاد به این کاری که الان در دستور کار دولت ترکیه است و بسیاری از مقامات در اون کشور، بیشتر مقامات فرهنگی، یعنی احیای دبیره عربی و فارسی در اون کشور، خیلی مهمه. ما بسیاری از سیاست های ترک ها موافقتی نداریم و همینطور وقتی میشنویم که اونها سودای بازگرداندن خلافت عثمانی رو دارن یا احیایش، اما وقتی میشنویم که بسیاری از مقامات ترکیه علاقمندن که دبیره عربی و فارسی رو دوباره احیا بکنن، نمیتونیم خوشحال نشیم. واقعا باعث خوشحالی است، خودش به معنای گسترش پهنه و جغرافیای زبان و ادب ماست. و حیفه که ترک ها این گنجینه عظیم رو در اختیار دارن. کافیش تشریف ببرید به کتابخانه های ترکیه، این همه آثار خطی ایرانی رو ببینید ولی عاجز از خواندنش، یا وقتی در برابر مقبره مولانا قرار میگیرن تأسف میخورن و افسوس که چطور ایرانی هایی که آمدن به دیدار مولانا قادرن که اشعار رو بر در دیوار بخونن، اما این که مولانا رو دیگه از آن خودشون میدونن و تبدیل شده که از نمادهای توریستی اون کشور، قادر به خواندن اشعارش نیستن. این ترکا رو دلتنگ میکنه. ما به هر حال باید خوشحال باشیم، خوشحال باشیم چون زبان فارسی داره میره تا مکان و موقعیت دیرین خودش رو دوباره به دست بیاره. این آرزوی هر ایرانی است. فراموش نکنید آقای آرتور کاپلان چی میگه، یکی از متفکران بزرگ قرن این یک قرن اخیره، دست کم در فهرست 100 متفکر عالم قرار داره، در کتابی که تصریح میکنه ایران تبدیل به ابرقدرت خواهد شد در آینده نزدیک. هیچ کس نباید در این شک بکنه، همه چیز گواه بر حرکت ایران به سمت یک نیروی برتر. البته وقتی ما میگیم نیروی برتر، مراد ما که نظامی و اقتدار نمیدونم موشکی از این قبیل که نیست، که ما توسعه طلب هم نیستیم. ما خوشحال میشیم از اینکه ایران از نظر فرهنگی کشور برتر بشه و زبان فارسی جایگاه دیرین خودش رو دوباره به دست بیاره. نگاه بکنید به گذشته های دور، نگاه بکنید به حضور ایرانی ها در سیام، نگاه کنید به حضور ایرانی ها در کشمیر، در شبه قاره، در هند و در بسیاری از کشورهای آسیایی. بخوانید ابن بطوطه رو، ببینید زبان فارسی تا کجا کمانه کرده بوده در تمام آسیای میانه و بسیاری از امرا و سلاطینی که بر مملکت ما حاکم شدند و غریبه بودند، ایرانی هم نبودند، آمدند و مجذوب زبان و فرهنگ ایران شدند و در توسعهش کوشیدند. یکی از معروفترین اونها که حافظم خیلی دوستش می‌داشت ابو اسحاق اینجوست، ابو اسحاق. حافظ سخت شیفتش بود، او سخت شیفه حافظ، ایرانی هم نبوده، از امیرزادگان دوره چنگیزی است، ولی متفکران ما، روشنفکران ما، دگراندیشان ما در اون دوره زیر سایه حکومت او از امنیت برخوردار بودن، اشعاری سرودن که ثبت در تاریخ شده. خود شعرهای حافظ: بیا ساقیان آتش تابناک، که زرتوش می جوید از زیر خاک، به منده که در کیش رندان مست، چه دنیا پرست و چه آتش پرست. چون این اشعار نابی در دوران او، دوران اقتدار او پدید آمد و متاسفانه خودی ها ببینید بر چه کردند و بر سر مملکت ما چه آوردند. آقای قالیباف اعلام کرده که در تهران 500,000 واحد مسکونی خالی وجود داره. میدونید نمالی چیه؟ من نوکیسگانی که از زمان تحریم دیگه پولاشون رو به خارج نفرستن، پولا رو در همون ایران خرج کردن. چه کردن؟ با
واحد های مسکونی لوکس رو خریدن، قیمت املاک رو بالا بردن، اجاره خانه ها رو بالا کشیدن و بعد هم هر کدام در 20 تا آپارتمان خریدن رها کردن، برخی هم در اختیار سیغه ها گذاشتن، سیغه یک و سیغه دو و سیغه سه و اون رو نشوندن اونجا این رو، و این هم شده تفریگاهشون. اما به همه تفاصیل 500 هزار واحد مسکونی مازاد در تهران مونده، در حالی که بسیاری از جوانها و بسیاری از خانواده های آبرومند و کم درآمد دنبال مسکن میگردند و پیدا نمی کنند. این نتیجه دیگه. خب همین رو نهارش من از بازار موسیقی عبور میکنیم و در منزل بعد میریم به سراغی که میخوایم درباره مغز صحبت بکنیم. مغز و فرگشت مغز، برآمدن مغز. بار گذشته با دکتر اسام نوذری در این باره صحبت کردیم، این بار میخوایم روی فرگشت مغز با هم صحبت بکنیم. بحث فوق العاده جالبی است هم میهنانم، و بعد خود بحث در و منتج از آخرین تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، نشستن و نگاه کردن و برانداز کردن این ماشین حیرت انگیز در کاسی سر انسان چیکارها که نمی کنه. ولی با همه تفاصیل آدم متاسف میشه وقتی میگن که مغز در جریان سیر تطور خودش به تدریج ضعیف هم شده، به جای که قوی بشه، به جای که نیرومند بشه. انسان‌های اولیه بعضیشون از ما ظاهرا خیلی بهتر بوده، ما از نظر اندام هم دچار کاستی‌هایی شدیم، به تدریج در طول فرگشت‌ها و همینطور تطور در تاریخ و گذشت زمان. بازار موسیقی و برمیگردیم و با دکتر اسام نوذری خواهیم بود. درود بفرستم به دکتر اسام نوذری عزیز در لس آنجلس. درود بر شما. درود بر شما. حال شما خوبه؟ تشکر. خب دکتر نوذری، هفته پیش درباره مغز صحبت کردیم، میرسیم حالا به فرگشت مغز، به اصطلاح سیر تطور مغز و تحول در مغز انسان، ماشین حیرت. ما سراپا گوشیم. پس بهتر اول یک سر بزنیم به حضور حیات روی کره زمین. بسیار عالی. که در قعر اقیانوس ها شروع میشه. در قعر اقیانوس فشار هست، اما این باعث نمیشه که حیات به وجود نیاد. در قعر اقیانوس درجه حرارت مناسب نیست، اما این هم باعث نمیشه تا حیات به وجود نیاد. و در قعر اقیانوس ها نور خورشید نیست، آفتاب نیست، اما این هم باعث نمیشه تا حیات به وجود نیاد. خب بنابراین برخلاف تصور ما لازمه زندگی خورشید نیست. نه، به وجود آمدن حیات نیازمند به نور خورشید نیست و نیازمند به مغز و یک مرکز فرماندهی هم نیست. آه بله، بنابرای تعاریفی که دفعه قبلم عرضه شد راجب حیواناتی که مغز ندارن ولی حیات دارن زندگی میکنن. بله، نور خورشید تا عمق 100 متری اقیانوس نفوذ میکنه. اگر آب شفاف باشه و یک روز آفتابی، میتونه تا 200 متری هم نفوذ بکنه، اما از بعد از اون نور آفتاب نمیرسه، بنابراین امکان فتوسنتز هم نیست. فتوسنتز یعنی چی؟ یعنی ایجاد انرژی. شما نیازمند انرژی هستید برای دوام حیات و زندگی، و از طریق فتوسنتز اکسید کربن و آب با هم ادغام میشن و تولید گلوکوز میکنه. درست. و اکسیژن یعنی قند، یعنی انرژی. درست. این نیازمند به نور خورشید هست. اما ما یک نوع دیگه ترکیب شیمیایی هم داریم و اون رو بهش میگیم شیمیوسنتز، یعنی ترکیب شدن این اتم ها بدون حضور نور خورشید. و این اتفاقی هست که 4 میلیارد سال پیش در عمق اقیانوس ها اتفاق میفته. برای ورود حیات و زندگی روی کره زمین ما نیازمند به یک مایع هستیم. پس ما نیازمند به اتم ها هستیم که حضور دارن، اما این اتم ها بایستی با هم ادغام بشن، ترکیب بشن، و برای ترکیب شدن اونها نیازمند به یک مایع هستیم. چرا؟
چون در یک مایع هست که این اتم ها میتونن به سوی هم شناور بشن، به سوی هم حرکت بکنن. در روی کره زمین نقش این مایع رو آب بازی میکنه. شاید در کرات دیگه مایعات دیگه ای در کار باشن، اما روی کره ما آب این کار رو انجام داده. حالا در قعر اقیانوس ها در عمق 8000 متری، 9000 متری و بیشتر شما کوره های آتش فشان دارید. درست. و این کوره های آتش فشان حرارت ایجاد می کنن. و شما اتم دارید و شما این امکان رو به سلول میدید تا بتونه از این مواد شیمیایی استفاده بکنه برای تولید انرژی. بنابراین تولید انرژی برای حیات نیازمند به نور آفتاب، به نور خورشید، آفتاب نیست. بنابراین حیات شکل میگیره و بعد تک سلولی ها چند سلولی میشن. گاهی اوقات از طریق همزیستی، یعنی دو تا تک سلولی در هم ادغام میشن اما همدیگر رو هضم نمیکنن، همدیگر رو از بین نمیبرن، در کنار هم زندگی میکنن. خود ما نمونه ای از اون هستیم. خود ما هنوز به کمک میکروب ها، به کمک باکتری ها داریم زندگی میکنیم. برای مثال موتورخونه بدن ما باکتری هایی هستند که هنوز هم در ما وجود دارند. همینطور در گیاهان. برسیم حالا به مغز. دلیل اصلی که ما نیازمند مغز هستیم روی کره زمین حیات نیست. دلیل اصلیش حرکت هست. حرکت هست که نیازمند مغز هست. بنابراین وقتی که حرکت روی کره زمین ظاهر میشه، شما حضور مغز رو هم میبینید. و هنوز روی کره زمین ما همدردی نداریم. در روی کره زمین ما هنوز فداکاری نداریم. هنوز عشق نداریم. هنوز خلاقیت نداریم. اما حرکت داریم. و این حرکت هر چقدر که پیچیده تر و تخصصی تر میشه، مغز هم کامل تر و پیچیده تر میشه. بنابراین در این فرگشت، در این تحول و دگرگونی مغز، شما یک چیزهایی رو کسب میکنید و یک چیزهایی رو از دست میدید. در مورد انسان اون چیزهایی رو که ما کسب کردیم بیشتر و بیشتر متمرکز بوده روی حرکت. حالا چرا حرکت؟ شما نیازمند این هستید که زبان خودتون رو حرکت بدید. تا بتونید صحبت کنید، تا بتونید حرف بزنید. ماهیچه زبان 8 ماهیچه هست. 4 تای از اونها به استخون وصل هستند، 4 تای اونها نیستند. و به قدر این ماهیچه ها بایستی با هماهنگی کار بکنن تا کلمات شما رو من بتونم بشنوم و برای من قابل فهم باشه. ما نیازمند به حرکت پا هستیم. ما نیازمند به حرکت دست هستیم. اگر شما یک کامپیوتر رو در نظر بگیرید، یک کامپیوتر که توسط IBM ساخته شده امروز، این کامپیوترها قادر هستند هر بازیکن نابغه شطرنج رو به راحتی شکست بدن. درست. امروز شما کامپیوترهایی دارید که میتونن با هر دانشمندی در زمینه حافظه و تجزیه و تحلیل رقابت بکنن و پیروز بشن. اما شما یک کامپیوتر، یک آدم آهنی نمیتونید پیدا بکنید که قادر باشه بند کفش شما رو گره بزنه. به خاطر اینکه گره زدن بند کفش یک حرکت بسیار بسیار پیچیده هست و نیازمند به کارگیری یک سری از فرمول‌های ریاضی هست که این فرمول‌های ریاضی در طول میلیون‌ها سال به کمک سلول‌های عصبی میاد تا این اتفاق انجام بشه. و همونطور که گفتم، هر چقدر که این حرکت تخصصی تر میشه، پیچیده تر میشه، مثل نواختن، مثل باز کردن در، مثل غذا خوردن، اینها حرکت‌های بسیار پیچیده هستند و فقط هم مخصوص به انسان نیستن. شما میتونید این حرکت رو و این پیچیده شدن مغز رو در مرغ دریایی هم ببینید. یک مرغ دریایی از فاصله چند متری، 20 متری، 30 متری قادر هست که بالای آب ماهی رو در زیر آب ببینه و این در حال مرتب فرستادن اطلاعات به مغزش هست. حالا مغز باید تصمیم بگیره که این مرغ دریایی شیرجه بزنه بره توی آب. اما به محضی که به آب میرسه از شیرجه زدن خودش صرف نظر کنه و شروع کنه به شنا کردن.
حدود 5 متر، 6 متر، 7 متر دیگه تا اون ماهی رو بگیره، بلا فاصله در چند میلیونم ثانیه بایستی منقارهای خودش رو باز بکنه تا این ماهی رو بتونه بگیره، این ماهی رو بتونه شکار کنه، بعد یه چرخ بزنه از دل آب بیرون بیاد و بلا فاصله تا بیرون اومد برخلاف قوه جاذبه زمین شروع کنه پرواز کردن، در حالی که فرصت نداره تا دور بگیره. و اینها رو این پرنده قادر هست که حساب و کتاب بکنه، حساب و کتابی که این پرنده میکنه و حساب و کتابی که مغز ما انجام میده از یک قانون خاص ریاضیات پیروی میکنه که این رو ما از دانشمند قرن 18 تاماس بیس به یادگار داریم، گرچه اون رو هیچ وقت منتشر نکرد اما در نوشته هاش از ما به جا مونده. و این چطور عمل میکنه؟ سلول های عصبی انسان خودشون زیاد خارق‌العاده نیستن، شبیه حیوانات دیگه هستن. اون چیزی که اونها رو خارق‌العاده میکنه ارتباط بین اونهاست که این ارتباط بسیار بسیار زیاد هست، هزار ارتباط ایجاد میشه و بعد بیشتر و بیشتر. هم از اطلاعات زنده استفاده میکنه سلول عصبی، هم از اطلاعات گذشته، و این هست که سلول عصبی رو منحصر به فرد میکنه، یعنی تنها به داده های در حال حاضر اکتفا نمیکنه. اون پرنده فقط اکتفا نمیکنه که این ماهی الان زیر آب هست، کافی نیست، بایستی یک سری اطلاعات گذشته رو هم داشته باشه تا بتونه از فرمول آمارگیری استفاده بکنه. و چرا مغز ما از فرمول های آمار استفاده میکنه؟ چون ما مرتب در حال پیش بینی کردن هستیم، ما مرتب در حال تخمین زدن هستیم، ما مرتب در حال اندازه‌گیری عدم اطمینان هستیم نه اطمینان. و به خاطر همین هم هست که اینها بچه مشترک ما هستند. حالا در آینده شاید انسان موفق بشه آدم آهنی بسازه که بتونه شبیه به انسان این حرکت‌های تخصصی رو بتونه انجام بده، اما در حال حاضر به هیچ عنوان ما اونجا نیستیم. اما از طرف دیگه قدرت تجزیه و تحلیل و محاسبه کامپیوترها از ما بیشتر هست. همونطور که گفتم میتونن به راحتی هر کسی رو در بازی شطرنج شکست بدن، اما قادر نیستن یک آدم آهنی بتونه شما یک بشقاب غذا جلوش بگذارید، بتونه قاشق رو ببره، غذا رو بریزه توش، بیاره بالا، دهنش رو باز بکنه و بخوره. شما هیچ آدم آهنی نمیتونید بسازید امروز که بتونه زبانش رو، این همه ماهیچه رو به قدری در هماهنگی جابجا بکنه، حرکت بده تا از اون یک نوای زیبا بیرون بیاد. و این نوا شما قدرتش رو هم بایستی اندازه بگیرید. آیا شمایی که به من گوش میکنید در 5 متری من هستید یا در 100 متری من؟ و متناسب با اون من قدرت صدای خودم رو هم عوض میکنم. بنابراین حرکت کردن مغز انسان رو در اون زمینه پیش برده، اما در زمینه های دیگه ما پسگرد کردیم، عقبگرد کردیم، شاید به خاطر اینکه نیازی به اونها نبوده. از یک طرف شاید این هم جالب باشه برای شما من بگم که خیلی از این ارتباطات بین سلول های مغزی ایجاد شدن، بعد ما بعضی از اون ارتباطات رو استفاده میکنیم، بعضیاش رو استفاده نمیکنیم. درست. اونهایی رو که استفاده نمیکنیم از بین میرن. به خاطر همینم هم هست که بچه ها میتونن این ارتباطات رو، اونهایی رو که به دردشون میخوره، استفاده کنن و شروع کنن صحبت کردن. یعنی یک بچه در کامبوج هست، به راحتی زبان کامبوجی که یک زبان مشکلی هست اون رو یاد میگیره. اما اگر همین بچه بزرگ شد و از یک سری از حروف استفاده نکرد، وقتی که بزرگ میشه قادر نیست اون ارتباطات رو دیگه ایجاد بکنه، چون این ارتباطات بر اثر عدم استفاده ضعیف شدن، بنابراین قادر نیست زبان فرانسه رو یاد بگیره. یا برعکس، یک نفر فرانسوی هست، مشکل داره زبان امریکایی رو، زبان انگلیسی رو یاد بگیره. بنابراین بسیاری از این ارتباطها قبلا ایجاد شدن، نه اینکه ما یک کاری رو بخوایم انجام بدیم و به خاطر انجام اون کار یک چیزی به وجود اومده باشه. برای مثال دندان انسان، دندان انسان روز اول به وجود نیامد تا شما با اون غذا بخورید. کار دندان در مایه‌های 600 میلیون سال پیش به نام استراکودرم این بود که به این مایه‌ها هم اطلاعات برسونه و هم اینی که اونها رو حفاظت بکنه.
چرا اطلاعات برسونه؟ تا بدونن درجه حرارت آب چی هست. و این ماهی آرواره نداره، فقط یک دهان هست و بتونه خودش رو تکون بده و بره اونجایی که غذا هست. بنابراین مرتب نیازمند به اطلاعات هست و به خاطر همین هم هست که بعد از 600 میلیون سال هنوز دندانهای ما حساس هستند، که اصلا قابل درک نیست که چرا دندانهای یک انسان بایستی حساس باشن، چون تنها کاری که واقعا میکنن ایجاد درد هست برای شما، اون هم دردهای شدیدی که اصلا قابل توجیه نیست. اون دردها میتونست به مراتب کمتر باشه یا اصلا نباشه. به خاطر این است که در طول تحول، همونطور که گفتم، یک سری از وظایف به عهده یک سری از سلولها، به عهده یک سری از اون ارتباطات عصبی داده میشه. و چون اینطور هست و چون از روز اول هدفمند نبوده، روی بی‌نظمی سوار شده، ما شاهد اون چیزی هستیم که امروز هستیم و نمیتونیم آینده رو هم پیش بینی بکنیم. میدونیم که در آینده هم ما کماکان به تحول خودمون ادامه میدیم، اما چه شکلی خواهد شد بایستی منتظر شد و اون رو دید. یک مثال دیگه ستون فقرات هست. ستون فقرات انسان ابتدایی هست، به خاطر اینکه تحول انسان زیاد روی این ستون فقرات خودش رو متمرکز نکرد به اون اندازه‌ای که روی مغز کرده. و به خاطر همین وقتی که اجداد ما روی چهار دست و پا راه می‌رفتند، انسان یواش یواش از حدود 2 میلیون سال پیش شروع میکنه به صاف شدن، از دوره اون انسانی که ما به اون میگیم هومو ارکتوس، که آثارش هم هنوز هست. وقتی که انسان شروع میکنه به صاف شدن تا بتونه صاف بشه و سر بالا بره و بتونه راه بره و بتونه دوروبر خودش رو نگاه بکنه، از همون ستون فقرات ابتدایی استفاده میکنه. اونها زیاد متحول و دگرگون نمیشن. نتیجهش چی میشه؟ 80% از ساکنین حتی کشورهای غربی کمردرد دارند، به خاطر اینکه این ستون فقرات همه یک اندازه دارند و اون فشار روی ستونهای پایینتر به مراتب بیشتر. هست تا ستونهای بالاتر. یا اینکه شما اگر در یک موقعیت خاص بنشینید، بعد از چند دقیقه گردن شما درد میگیره. اما یک اسب شما حتی اگر روش بار بگذارید راحت میتونه بدوه و کمر درد هم نمیگیره. بنابراین در طول تحول ما پیشرفت داریم و ما پسرفت داریم. در مورد انسان، در مورد مغز، نه انسان، در مورد مغز، اون چیزی که مبدا و دلیل اصلی وجود آمدن مغز هست روی کره زمین، حرکت هست و چیز دیگری نیست. عاطفه، احساسات، خلاقیت، مهربانی، محبت، عاشق شدن، عشق به موسیقی، اینها بعداً روی کره زمین ظاهر میشه و مختص به انسان هم نیست. شما عشق رو در پرندگان هم میبینید، شما حتی عشق به موسیقی رو در گیاهان هم میبینید. و خب گیاهان و درخت خودش یک نمونه خوبی هست از حیات که نیازمند به مغز نیست. یعنی زندگی بدون مغز، زندگی بدون مغز، زندگی نیازمند به مغز، زندگی ساکن نیست. اما حرکت هست. کاملا درست، تشکر میکنم. بنابراین اندام های بدن، اعضای بدن در طی تاریخ رو به تکامل نداشته و در بعضی وقتا متاسفانه ما بعضی قدرت ها رو هم به تدریج از دست دادیم، بعضی توانایی ها رو، و به جای اینکه این اعضای مجموعه اندام ها رو تکمیل بکنیم، حرکت برعکس انجام دادیم. به طبیعت خودش این کار رو کرده. خیلی بحث جالبی است، حتما این گفتگو رو دنبال میکنیم. دکتر نظری فوق‌العاده ممنونم. راجب وزن مغز هم یادم باشه حتما با هم صحبت بکنیم، که این مجموعه قدرت و اقتدار مغز و توانایی هاش هیچ ربطی به اندازه و وزنش نداره. یعنی حتما درسته؟ با کمال میل. تشکر، تا دیداری دیگر، گفتگو دیگر. ممنونم از شما. خب امیران عزیز، تشکر میکنم از امیر درخشان، برنامه رو هدایت کرد، بحث جالبی بود همراه دکتر احسان نوذری عزیز. اجازه بدید که با شما هم خدافظی کنیم تا دیدار دیگر، برنامه دیگر. راستی اگر پرسشی دارید از مجموعه شخصیت‌های صاحب نظری که در برنامه ما هستن، حتما اون رو با ایران فردا در میان بگذارید، حالا از طریق فیسبوک، از طریق حالا فاکس یا مجموعه
نهادهایی که وابسته به این تلویزیونه با کمال میل اونها رو در اختیار دوستان قرار میدیم و از میخواییم که به پاسخ بدن به پرسش های شما عزیزان. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار.